راه شب. به نام خاک پاک ایران، عرض ادب و ارادت خدمت یکایک شما هممیهنان عزیزم در هر کجای این گیتی پهناور زندگی میکنید. مهران کمالپور هستم با یک راه شبی دیگر از رستاخیز سیمرغ در 24 بهمن ماه 2579 شاهنشاهی در پیشگاه یکایک شما همرزمان و هممیهنان بسیار بسیار عزیزم خواهم بود. امیدوارم حالتون خوب باشه. ساعاتی رو که پشت سر گذاشتید ساعات خوبی بوده باشه براتون و تا پایان برنامه امشب با ما همراه باشید. اما قبل از شروع برنامه یک سپاسگزاری بکنم از یکایک که شما عزیزان که در طول برنامه از آغاز تا پایان در کامنت ها به من مهر دارید و زحمت میکشید کامنت هایی رو میذارید. اگر پاسخی داده نمیشه دال بر بیادبی نذارید لطفاً، به دلیل اینکه خب میدونید ما در رستاخیز سیمرغ دوتن بیشتر نیستیم، با فاصله در دو کشور و من به تنهایی برنامه رو اجرا میکنم، همزمان باید مراقب چند دستگاه مختلف باشم. به همین دلیل دست یکایک شما رو میبوسم و سپاسگزارم از این همه مهر و محبت شما. مرحله بعدی اینکه اگر فکر میکنید شما عزیزان خصوصاً پادشاهی خواهان این برنامه میتونه به دردتون بخوره و مورد پسندتون واقع میشه، در طول برنامه و در آینده اگر بعد از لایو این برنامه همراه ما خواهید بود، لایک و انتشار برنامه رو در فیسبوک، در یوتیوب، در اینستاگرام و در تلگرام فراموش نکنید. جدا از بحث حمایت، انتشار این مطالب برای بخش عظیمی از مردم ما خصوصا قشر جوان بسیار بسیار مؤثر و مفید خواهد بود و دانش این که چه اتفاقاتی در قبل از سال 57 رخ داده از زبانها و نگاه‌های مختلف میتونه انسان رو به یک جنبندی کلی و به واقعیت نزدیک کنه و بتونه در راه مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی بهترین مسیر رو انتخاب بکنه. بنابراین سپاسگزار میشم با مهری که دارید به ما در رستاخیز سیمرغ برنامه رو لایک و انتشار بدید. اما بریم سراغ بخش پنجم کتاب در دامگه حادثه، گفتگویی از طرف جناب عرفان قانعی‌فر با جناب پرویز ثابتی مدیر کل اداره سوم ساواک بخش امنیت داخلی. قبل از شروع بریم یه 2 دقیقه یک تکنوازی بسیار بسیار زیبای کمانچه رو بشنویم با هم و بعد ادامه بدیم. Thank you.
بله، با سپاس از شما عزیزان میپردازیم به بخش پنجم کتاب در دامگه حادثه. پرسش: پس از ماجرای اصلاحات ارضی، شاید روحانیت مترصد یک فرصت مناسب بود. چون از تابستان 1341 تا زمان حمله به مدرسه فیضیه قم در فروردین 1342، غیر از اینکه شاه در سخنرانی خود در 23 اسفند 1341 در پایگاه وحدتی دسپول نقد شدیدی کرد و بعد آقای خمینی هم گفت روحانیت امسال عید ندارد، برخوردی جدی دیده نمی شود، هرچند یک سری عقب نشینی هایی هم حکومت داشت و در ازای هر گام آقای خمینی یک قدم جلوتر می آمد و حد اکثر استفاده سیاسی را از واقعه مدرسه فیضیه برد. بنابراین آغاز سال 1342 در واقع سال بحران روابط دولت و روحانیت است که با فرارسیدن محرم شتاب بیشتری گرفت و بعد در 14 خرداد ماه آقای خمینی را دستگیر کردید. در بعضی از کتاب‌ها مورخ‌ها چنین تصویری از آن روز توصیف می‌کنند که اکثر شهرها به هم ریخت و تهران منقلب شد و دور تا دور کاخ مرمر را نظامی‌ها گرفتند و غیره. واقعا دستگیری ایشان چه تأثیری بر فضای سیاسی ایران گذاشت؟ پاسو: این که چه شد؟ باید بگویم تمام شورش بیش از 48 ساعت طول نکشید. البته تشنجات و تظاهرات از بهمن ماه و در جریان رفراندوم 6 بهمن آغاز شده بود و جبهه ملی و نهضت آزادی اعلامیه و بیانیه علیه رفراندوم منتشر و آن را تحریم کرده و شعار آنها هم اصلاحات آری دیکتاتوری نبود. طرفداران خمینی نیز به فعالیت‌های خود افزوده بودند. بعد از تحریم عید نوروز به وسیله خمینی و حادثه مدرسه فیضیه قم، فعالیت‌های مخالفین تا خرداد شدت یافت که محرم فرا رسید و آنها با استفاده از محرم بر حملات و انتقادات از دولت افزودند. خمینی در سخنرانی‌ها حملات به شاه و دولت را به حد اعلا رسانید، لذا تصمیم گرفته شد که دستگیری او پس از تاسوعا و عاشورا صورت گیرد. لذا 2 روز پس از عاشورا، در حالی که هنوز بعضی اجتماعات و تظاهرات در تهران و برخی شهرستان‌ها به مناسبت ایام عزاداری ادامه داشت، روز 14 خرداد خمینی در قم دستگیر و به تهران آورده شد. طرفداران او و سایر مخالفین پس از اطلاع از دستگیری او از صبح زود در روز 15 خرداد تظاهرات وسیعی را از میدان بارفروشان و جنوب تهران آغاز و به تخریب اماکن دولتی و خصوصی پرداختند که بلافاصله حکومت نظامی اعلام شد و ارتش به کمک شهربانی وارد عمل گردید و متظاهرین را که در خیابان‌های مرکزی شهر به طرف کاخ‌های سلطنتی می‌آمدند سرکوب و مسببین بازداشت شدند و به فاصله چند روز اوضاع تحت کنترل درآمد و تعداد کشته شدگان آن روز برخلاف ادعای مخالفین از 32 تجاوز نکرد، ولی جمهوری اسلامی هنوز از کشته شدن 15,000 در 15 خرداد صحبت می‌کند. در اینجا لازم می‌دانم به نقش مثبت اعلم نخست وزیر در آن روز اشاره کنم.
من با علم در زمان تصدی وزارت دربار به علت آلوده شدن او به فساد مخالف بودم و با وی درگیری داشتم، ولی باید اذعان کنم اگر در آن روز علم نتوانسته بود شاه را که برای مقابله با مخالفین تزلزل نشان می‌داد متقاعد کند که باید شدت عمل نشان داده شود و شورش باید به هر قیمت سرکوب گردد، معلوم نبود درگیری‌های دولت با مخالفین به کجا می‌انجامید. پاکروان رئیس ساواک هم فردی قاطع و مقتدر نبود و روش مسالمت‌آمیز او همراه با سیاست شاه در تعامل با مخالفین به توصیه مقامات آمریکایی ممکن بود سبب شود رژیم در همان زمان در معرض سقوط قرار گیرد. پرسش: خب وقتی که آقای خمینی دستگیر شد به هر حال روی جامعه تأثیر گذاشت، پس چرا شاه اعدامش نکرد؟ وقتی ساواک می دانست او خطرناک است چرا آزادش کرد؟ پاسخ: مسئله اعدام خمینی در هیچ مرحله اصلا و ابدا مطرح نبود. البته آخوندها به عنوان اعتراض جمع شدن حضرت شاه عبدالعظیم که او مرجع تقلید است و ما تأیید میکنیم که ایشان مرجع است. ما به این حرفا اهمیتی ندادیم و بعد برگشتن سر جایشان و حکومت نظامی ادامه یافت. اتفاقا کارشناسان ساواک معتقد بودند که خمینی باید در زندان باشد، ولی حسن پاکروان معتقد بود فعلا بهتر است در عشرت آباد بماند و هفته دو سه روز خمینی را میدید و با وی دیالوگ میکرد، تا اینکه خمینی از عشرت آباد به خانه برده شد که تحت نظر باشد و آنجا هم با افرادی دیدار میکرد و آدمهایی را میدید. پاکروان باز هم میرفت و در آنجا خمینی را میدید و با او گفتگو میکرد. پرسش: اعلام حکومت نظامی قبلا پیش بینی شده بود؟ البته در برخی جاها به نقش مبصر اشاره می کنند. اما من تصور می کنم او به عنوان معاون شهربانی نقش خاصی نمی توانست داشته باشد. پاسخ: در همان روز 15 خرداد حکومت نظامی برقرار شد. روز قبل از آن معلوم نبود که فردا با این شدت شلوغ می شود. دار و دسته طیب حاج رضایی و افراد دیگری از میدان بارفروش ها راه افتادن به طرف تهران. حاج رضایی سردسته بود. همین محسن رفیق دوست در میدان بارفروش ها هم فعال بود و با دار و دسته مؤتلفه اسلامی هم ارتباط داشتند. اجتماعات از جنوب شهر شروع شد و از بوزرجمهری حرکت کرد به طرف بالا که البته هنوز در آن موقع شاه دفترش در کاخ مرمر بود و به کاخ نیاوران نرفته بود. بلافاصله در حسن آباد گارد شاهنشاهی جلوی تظاهرات را گرفت که نگذارند به طرف کاخ بیایند. شلوغی ها بیشتر در بوزرجمهری و میدان ارگ بود. پرسش: خب آقای خمینی را بردید زندان پادگان عشرت آباد؟ پاسخ: به محض دستگیری وی را بردن پادگان عشرت آباد. پرسش: یک سری از آیت الله هایی که خواستار آزادی آقای خمینی بودند چه افرادی بودند؟ با شاه هم دیدار کردند؟ پاسخ: وقتی خمینی را دستگیر کردند بیشتر آخوندهای معروف قم و مشهد و برخی شهرهای دیگر را افتادند به طرف شاه عبدالعظیم در شهر ری اجتماع کردند. به حالت اعتصاب گفتند او مرجع است. پس از مدتی بازگشتند و رفتند سر جایشان و فقط آیت الله قمی از مشهد تبعید شد، وگرنه شریعت مداری و مرعشی نجفی و گلپایگانی برگشتند به قم. پرسش: فرمودید که پاکروان برای دیدن آقای خمینی مرتب به پادگان عشرت آباد میرفت و فکر کنم که ایشان بود که مانع اصلی اعدام بود و همچنین مسبب اصلی آیت الله و مرجع تقلید شدنشان
که از دید منتقدان و مورخان شاید به دور مانده باشد. پاسخ: هفته دو بار خمینی را ملاقات می کرد. بحث محاکمه و اعدام خمینی هیچ وقت در ساواک و یا در دولت مطرح نشد. اینکه گفتند در قانون اساسی اصلی وجود داشته که مانع از محاکمه و اعدام مرجع تقلید می شود به کلی بی اساس است و چنین اصلی در قانون اساسی وجود نداشت. پرسش: مگر نگرش پاک روان مذهبی بود؟ پاسخ: نه خیر، میخواست برود با خمینی دیالوگ کند. نمیدانم داستان پاک روان و طالقانی را گفتم که چگونه آزاد شد. در سال 1342 قبل از 15 خرداد طالقانی در زندان بود. پاک روان میگفت طالقانی را آزاد کنید. گفتم تیمسار، این آدم فردی افراطی و مخرب است. اگر در این روزا که مصادف با ایام ماه محرم است آزادش کنید اصلا به مصلحت نیست. و درباره اش گزارشی نوشتم و سوابقش را دادم، اما فایده ای نداشت. بعد از یک روز پاک روان گفت طالقانی را بفرستید دفتر من. من حوالی 1:02 بعد از ظهر بود که محمود طالقانی را از زندان به اتفاق مأمورین نزد پاک روان فرستادم تا 8 شب در اداره ماندم. آن وقت دفتر ما در فیشرآباد بود. هنوز جلسه پاک روان با وی تمام نشده بود. از دفترش میپرسیدم، میگفتن که هنوز دارد با طالقانی حرف میزند و ساعت 8 شب بود که پاک روان تلفن زد که به آقای طالقانی گفتم برود خانهش و آزادش کردم. من گفتم او قرار بازداشت دارد. گفت کارهای تشریفاتی را خودتان انجام دهید. فردایش درست 14 خرداد 1342 بود. طالقانی در آن ایام پیش نماز مسجد هدایت در خیابان استانبول بود. مردم آنجا جمع شده بودند و طالقانی هم رفته بود به مسجد. آخوندی بالای منبر حرف زده بود. هنوز البته حکومت نظامی نشده بود. حرفای آخوند که تمام شده بود، گفته بود که حالا از آقای طالقانی می‌خواهم بیایند بالای منبر و ما را مستفیض کنند. و طالقانی هم گفته بود من چون به رئیس سازمان امنیت قول دادم که بالای منبر نروم، پس آن میکروفون را بدهید پایین، از همین جا حرف میزنم. و بعد طی سخنان شدید و لحنی به دولت حمله کرده بود. بلافاصله گزارشی نوشتم برای پاک روان که دیشب چنین شده و ایشان نشسته و از پایین منبر حرف زده. پاک روان تلفن زد که آقا اینها مگر اخلاق سرشان نمی شود؟ گفتم تیمسار، اینها ما را زلمه و این کارها را تقیه می دانند. اینها را چه به اخلاق؟ پرسش: نظر شما چه بود؟ پاسخ: من اصلا مخالف آزادیش بودم. البته او بعد از 15 خرداد دوباره بازداشت و به اتفاق مهدی بازرگان و سایرین محاکمه شد. پرسش: دولت اسدالله اعلم پس از بازداشت سران جبهه ملی و نهضت آزادی و توفیق در سرکوب روحانیت مخالف دولت به رهبری خمینی در روز 15 خرداد 1342 تصمیم گرفت انتخابات مجلسین را انجام دهد و کنگره آزاد مردان و آزاد زنان را تشکیل داد تا مقدمات انتخابات را فراهم آورد. آیا این انتخابات از انتخابات‌های قبلی آزادتر بود؟ پاسخ: نحوه انجام این انتخابات با انتخابات‌های قبلی به کلی متفاوت بود. به توصیه آمریکایی‌ها، شاه و دولت قبل از انجام انتخابات قبول کردند که جبهه ملی را نیز در انتخابات شرکت دهند و احتمالاً افرادی از آنها به عضویت کابینه درآیند. برای دعوت آنها به همکاری، همایون صنعتی زاده مدیر شرکت فرانکلین که چاپ افست را بنا نهاده و با بالا حضرت اشرف در چاپ کتاب برای سازمان مبارزه با بیسوادی همکاری و با بعضی از سران جبهه ملی نیز ارتباط داشت انتخاب شد. صنعتی زاده و شرکت فرانکلین که داریوش همایون نیز در آنجا کار می‌کرد با برخی مقامات آمریکایی نیز ارتباط داشت
و به همین دلیل از جانب همه طرف‌های مذاکره مناسب تشخیص داده شده بود. در زمان بسیاری از سران جبهه ملی که قبل از 15 خرداد به علت مخالفت با اصلاحات در رفراندوم بازداشت شده بودند، هنوز در زندان به سر می بردند و از سران معروف جبهه ملی تنها الله یار صالح در بازداشت نبود. پاکروان به ما دستور داد ترتیبی بدهیم که صنعتی زاده بتواند به طور بسیار آزادانه با سران جبهه ملی در زندان ملاقات و مذاکره کند تا آنها را تشویق به داخل شدن در فعالیت‌های سیاسی و شرکت در انتخابات و عضویت در کابینه در قالب یک توافق مشخص کند. ولی آنها این پیشنهادات را نپذیرفتند و مذاکرات بدون نتیجه خاتمه یافت. سران نهضت آزادی برای این همکاری دعوت نشده بودند. شنیدم که سال گذشته نشریه بخارا با همایون صنعتی‌زاده در این باره مصاحبه‌ای انجام داده که من متن آن را ندیدم و شاید شما بتوانید آن را به دست بیاورید. شاکه در این زمان با اصلاحاتی که در کشور انجام داده بود محبوبیت بیشتری در بین مردم داشت، مایل بود به توصیه مقامات آمریکایی عمل کند، ولی چون سران جبهه ملی با هم اختلافات و از یکدیگر رو در وایستی داشتند و به شاه نیز اعتماد نداشته و مصدق هم هنوز زنده بود، حاضر به همکاری با شاه نشدند و شاه و دولت تصمیم گرفتند انتخابات را بدون شرکت جبهه ملی انجام دهند. این انتخابات البته کنترل شده بود و حسن علی منصور که کانون مترقی را تشکیل داده بود و کاندیدای بعدی احراز مقام نخست وزیری بود، در معرفی کاندیداها نقش عمده داشت و افراد بسیار جوانتری به ویژه عده‌ای از مردان و برای اولین بار زنانی از بین مهندسین اصلاحات اراضی، کارگران، اصناف و زنان فعال برای نمایندگی در نظر گرفته شده و انتخاب شدند. انتخابات کنترل شده بود، ولی وکلای بهتری برگزیده شدند. کانون مترقی که اکثریت نمایندگان مجلس را در دست داشت تبدیل به حزب ایران نوین شد. پرسش: البته موقع دستگیری آقای خمینی هنوز انتخاباتی انجام نشده بود و مجلس وجود نداشت و انتخابات پس از 15 خرداد انجام شد. در تاریخ 17 اسفند 1342 کابینه اسدالله اعلم کنار رفت و حسن علی منصور پسر علی منصور به نخست وزیری برگزیده شد. منصور در سخنرانی خود در 16 فروردین 1343 کوشش کرد تا با روحانیون از در آشتی درآید. پاسخ: در اسفند 1342 موقعی که حسن علی منصور نخست وزیر شد، روز دوم نخست وزیریش من یک جلسه 4-5 ساعته با وی داشتم و راجع به مسائل مختلف با هم حرف زدیم. ناگهان به من گفت که از اعلی حضرت می‌خواهم که خمینی آزاد شود و برگردد سر جایش. گفتم که آقای نخست وزیر، برای چه؟ چرا شما در کار امنیتی دخالت میکنید؟ گفت: نه، من میخواهم فاصله بین اعلی حضرت و مردم را کم کنم برای اینکه شاه و ملت بینشان اختلافی نباشد. گفتم: آقای منصور، شما دیگر از این حرفا نزنید. شاه چون این فکر و عقیده ای ندارد که بین ایشان و مردم فاصله ای هست. این چه فرمایشاتی است که میکنید؟ شما تازه نخست وزیر شده اید و این کارتان اصلا درست نیست. اصلا در کار امنیتی و انتظامی دخالتی نکنید. خمینی قابل اعتماد نیست و این مرد مجنونی است. اگر آزاد بشود آرام نمی نشیند و شروع می کند دوباره برای ما دردسر درست کند و آن وقت شما مسئول هستید. خلاصه در آن جلسه حداقل 1 ساعت درباره خمینی حرف زدیم
و من هر چه سعی کردم منصور را راضی کنم فایده ای نداشت. هر چه گفتم شما این کار را نکنید و به مصلحت نیست فایده ای نداشت. آخر سر گفت من قول دادم که ترتیب آزادی او را بدهم. گفتم به کی؟ گفت آقای جواد صدر که شده بود وزیر کشور، پسر صدرالاشراف. چون پسر صدرالاشراف گفته بود که خمینی آرام است و قول داده که آرام باشد و منصور گفت با خمینی حرف زده ایم و قول داده که آرام باشد و همچنین گفت البته من با پاک روان در این باره صحبت کردم و گفته چه فکر خوبی. تا این را گفت صدایم بلند شد که پاک روان نمی فهمد و داستان آزادی طالقانی را قبل از 15 خرداد برای منصور تعریف کردم. خلاصه منصور رفت و با شاه حرف زد و خمینی آزاد شد و رفت قم. خمینی آنجا بود تا ماه آبان که به خارج از کشور تبعید شد. پرسش: به گمانم منصور جوانی فعال بوده و در صدد جوانگرا کردن ساختار دولت در ایران. شاید شاه میخواست که جوانان و نسل نو به ساختار دولت بیایند. پاسو: منصور در اسفند 1342 نخست وزیر شد و 41 سال سن داشت. جوان بود و قبل از آن هم 2-3 بار وزیر شده بود و رابطه من هم با وی اداری نبود. صرفا یک نوع رابطه شخصی داشتم با او قبل از آن که نخست وزیر بشود. در زمان نخست وزیری او وی را هفته 2 بار می دیدم و راجع به مسائل سیاسی و اجتماعی صحبت می کردیم. پرسش: 3 ماه قبل از نخست وزیری منصور حزب ایران نوین تشکیل و خود منصور دبیر کل شد. شکل گیری آن حزب چه تأثیری داشت؟ پاسخ: تأثیر مهمی نداشت. این حزب جانشین حزب ملیون دکتر اقبال شده بود. آن حزب پس از کنار گذاشته شدن دکتر اقبال از نخست وزیری فلج شده بود. شاه معتقد شده بود که نسل تازه باید بیاید که اکثرا هم تحصیل کرده های اروپا و آمریکا بودند. نتیجتاً منصور اول کانون مترقی را درست کرد و پس از انتخابات اسم آن تغییر پیدا کرد و حزب ایران نوین شد. شاه فکر می‌کرد با روی کار آمدن یک گروه جدید تحصیل کرده آمریکا و اروپا، آمریکایی‌ها بیشتر به کمک و همکاری با دولت ترغیب می‌شوند. پرسش: نقش رشیدیان در کابینه اعلم و منصور و حبیدا چه بود؟ فقط به هر 3 نفر نزدیک بود؟ پاسخ: دار و دسته رشیدیان و فتح الله فرود با حسن علی منصور و امیر عباس و حبیدا نه تنها خوب نبودند بلکه بسیار بد بودند. حبیدا همیشه با رشیدیان مخالف بود و او را فردی نادرست می دانست. موقعی که منصور می‌خواست نخست وزیر بشود، دار و دسته اعلم نمی‌خواستند و نتیجتاً یک کمیته‌ای درست شده بود شامل پیراسته وزیر کشور، نعمت الله نصیری رئیس شهربانی و محمد باهری وزیر دادگستری که علیه حسن علی منصور فعالیت می‌کردند تا نخست وزیر نشود، ولی شاه تصمیم گرفته بود منصور را بیاورد و اینها همه با منصور بد بودند و منصور هم با اینها بد بود. پیراسته وقتی از وزارت کشور کنار گذاشته شد، شاه گفت که برود و در بغداد سفیر شود که رفت و در عراق سفیر شد. پیراسته خواسته بود در بغداد ساختمان سفارت ایران و بعضی مدارس ایرانی را تعمیر و مرمت کند و گزارشی به شاه داده بود و تقاضای 4 میلیون تومان تأمین بودجه کرده بود. شاه به نخست وزیر دستور داده بود این اعتبار در اختیار پیراسته گذاشته شود. منصور می گفت این تعمیرات را وزارت جدید و تأسیس آبادانی و مسکن در بغداد انجام خواهد داد. پیراسته اصرار داشت که اعتبار در اختیار سفارت گذاشته شود، ولی منصور می گفت پیراسته دزد است و من پول دست او نمی دهم. نتیجتاً روزی پاکروان من را خواست و گفت شما بروید و این مسئله را حل کنید.
من به منصور گفتم شما اگر به وزارت مسکن هم بدهید که آنها بروند آنجا، پیراسته باز هم کار خودش را می کند و خرابکاری به وجود می آید. حالا که خودش می خواهد این کار را بکند، فعلا درگیری درست نکنید. منصور قبول کرد و آن 4 میلیون را فرستاد. پیراسته همیشه با منصور و هویدا لج بود و بعد از سفارت هم دیگر شغلی نگرفت و آن اواخر دوره شاه هم راه افتاده بود و در تصمیم گیری در مورد بازداشت هویدا او بیش از همه نقش داشت. پرسش: روز اول آذر 1342 کندی ترور شد و تا تبعید آقای خمینی ایران با رخدادها و حوادث دیگری روبرو بود. پاسخ: خمینی که به کمک منصور به قم برگشته بود تا مدتی آرام بود تا مسئله مسئولیت مستشاران آمریکایی مطرح شد. بیش از 7 ماه از آزادی از زندان نگذشته بود که دوباره رفت مسجد اعظم و شروع کرد علیه شاه و مملکت حرف زدن که شما دارید مملکت را به آمریکایی ها می فروشید که آن موقع هنوز هم پاکروان رئیس بود و حسن علی منصور پیشنهاد کرده بود خمینی به خارج از کشور تبعید شود. پاکروان هم گفته بود فکر خوبی است، اما نصیری رئیس شهربانی با تبعید وی مخالف و نظر داده بود خمینی دستگیر و تحت تعقیب قرار گیرد و بالاخره او به ترکیه تبعید شد. ما رابطه نزدیکی با سازمان امنیت ترکیه داشتیم و با هماهنگی با ترک‌ها مأمورین ما او را به جزیره مورد نظر در ترکیه انتقال دادند. پرسش: این که در برخی از کتاب‌های تاریخ معاصر که داخل ایران منتشر شده‌اند اشاره شده که 60,000 مستشار آمریکایی در ایران فعالیت داشته و به تمام زوایای حکومت مسلط بودند، صحت دارد؟ واقعا قدرت خارجی تصمیم می‌گرفت؟ پرسش: پاسخ: چون ارتش ایران عمدتاً با سلاح‌های آمریکایی تجهیز می‌شد، ضروری بود که مستشاران آمریکایی برای آموزش طرز استفاده از این سلاح‌ها به ایران بیایند. قانونی که درباره وضعیت حقوقی مستشاران نظامی آمریکایی در ایران از تصویب مجلسین ملی و سنا گذشت. کاپیتولاسیون به معنی فنی و حقوقی و مصطلح آن نبود. زیرا اگر کاپیتولاسیون بود می‌بایست همه اتباع آمریکا در ایران، اعم از نظامی و غیر نظامی، حتی آنها که برای شرکت‌های خصوصی کار می‌کردند را در بر می‌گرفت. این قانون فقط مستشاران نظامی را شامل می‌شد. به این معنی که مسئولیتی را که دیپلمات‌های آمریکایی در ایران از آن استفاده می‌کردند، به مستشاران آمریکایی تسری می‌داد. چون این قانونی را همه کشورهایی که آمریکا به آن ممالک مستشار نظامی می‌فرستاد، تصویب و اجرا می‌نمودند و خوشبختانه تا آنجا که من اطلاع دارم، پس از تصویب این قانون هیچ موردی پیدا نشد که یک مستشار نظامی آمریکایی مرتکب جرمی در ایران شود و با استفاده از این قانون به آمریکا برگردانده شده و تحت تعقیب قانونی قرار گیرد. پرسش: چند روز پس از پناهنده شدن یکی از مقامات امنیتی مصر به ایران، سرانجام 4 ماه بعد از تبعید آقای خمینی، ترور منصور در 1 بهمن 1343 به دست فدایان اسلام رخ داد. چه تأثیری از نظر امنیتی داشت؟ پاسخ: این حادثه نشان داد که فدایان اسلام یا هیئت مؤتلفه اسلامی کارهای تروریستی را از سر گرفتند. قاتلین منصور و عناصر پشت پرده نظیر حبیب الله عسکرولادی، اسدالله بادامچیان، مهدی عراقی، هاشمی رفسنجانی دستگیر و برای مدتی طولانی فعالیت‌های آنها تحت کنترل قرار گرفت. حسن علی منصور در اول بهمن 1343 ترور شد. ما دنبال دستیاران ترور رفتیم و
و دستگیر شدند و بقیه افرادی که در آن شبکه فعال بودند هر کدام به 10 تا 15 سال زندان محکوم گردیدند. پرسش: اینها دنباله فداییان اسلام بودند؟ پاسخ: فداییان اسلام به رهبری نواب صفوی ترورهایی مانند احمد کسروی نویسنده و تاریخ نگار، عبدالحسین حجیر نخست وزیر سابق و وزیر دربار، حاج علی رزمارا نخست وزیر را انجام دادند و تحت تعقیب جدی قرار نگرفتند تا اینکه در 1334 دوران نخست وزیری حسین اعلا که می‌خواستند وی را ترور کنند در مسجد شاه، که البته تیراندازی هم کردند و ضارب مظفر علی ذوالقدر بود که الان پسرش در قوه قضاییه است. پرسش: همان عکسی که پس از سوء قصد اعلا با سر باند پیچی شده به عراق رفت؟ پاسخ: بله. اعلا که مجروح شده بود با سر باند پیچی شده برای شرکت در کنفرانس سنتو به بغداد رفت. نواب صفوی و خلیل طهماسبی و واحدی از کارگران و عوامل دخیل در این ترور دستگیر و به اتفاق مظفر ذوالقدر محاکمه و اعدام شدند. کارهای چندان دیگری نکردند تا اینکه آمدند در جریان 15 خرداد شرکت داشتند. هیئت مؤتلفه از بقایای فداییان اسلام بود و در آن محمد مهدی حاج ابراهیم عراقی کارگردان بود که خمینی هم خیلی به وی افتخار می‌کرد و هاشمی رفسنجانی هم با آنها رابطه داشت. مثلا همین اسلحه‌ای که با آن منصور را کشتند هاشمی رفسنجانی داده بود. پرسش: یعنی در کتاب‌های رفسنجانی نوشته شده؟ پاسخ: نه، ناطق نوری گفته است که رفسنجانی این کار را کرده است و نتیجتاً در آن ماجرا بود که رفسنجانی سه سال زندان شد. پرسش: و در زندان هم ساواک با طرز فکر و شخصیت رفسنجانی آشنایی پیدا کرد؟ پاسخ: همه اینها افرادی ضد رژیم بودند. طرز فکر آنها برای ما روشن بود. پرسش: شاید بعضی از روحانیون یا این گروه های مذهبی مشابه نرم بودند و میخواستند که با شما تعامل کنند. پاسخ: نه خیر. اگر نرم یا منعطف بودند که زندان نمیرفتند و همگی به طور متناوب به 3، 5، 10، 15 سال محکوم نمیشدند. همین هاشمی رفسنجانی چند بار دستگیر شد و هر بار یک غلطنامه مینوشت و از زندان آزاد میشد، اما باز هم سر جریان دیگر دستگیر می شد. آخر سر هم در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق که یک پول درشت در حدود 100 هزار تومان به مجاهدین خلق داده بود بازداشت شد و تا آن اواخر هم زندان بود. پرسش: پس از ترور حسن علی منصور به دست فداییان اسلام در 1 بهمن 1343 و در فوت او در 6 بهمن امیر عباس هویدا نخست وزیر شد و بعد پاکروان از ریاست ساواک برکنار شد و نعمت نصیری جای او را گرفت. وقتی رؤسای ساواک بنا به تصمیم شاه تغییر می کرد، در ساختار امنیتی و تشکیلاتی ساواک چه تغییری پیدا می کرد؟ رشد می یافت یا پسرفت داشت؟ پاسخ: سرلشکر پاکروان چون همیشه در زمینه اطلاعات خارجی کار کرده بود، تجربه ای راجع به مسائل داخلی نداشت. فردی دموکرات بود که میخواست شهرتی را که ساواک در دوره بختیار به دست آورده بود از آن بزداید. لذا دستورات اکیدی درباره طرز رفتار مامورین مخصوصاً با زندانیان داده بود که در پاره ای موارد موجب سوء استفاده زندانیان می گردید. در زمان ریاست پاکروان اگر قاتل‌های منصور به ساواک می آمدند، پاکروان نمی گذاشت که مسائل روشن شود. او مخالف سرسخت اعمال خشونت یا شدت عمل بود. در تمام 4 سال ریاستش سرهنگ، سیاحتگر، در جریان بازجویی
یک بار یک سیلی به صورت یک زندانی نواخته بود و پاکروان او را تنبیه و تبعید کرد. پرسش: وقتی نعمت الله نصیری رئیس شهربانی کل کشور در ششم بهمن 1343 به عنوان ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور منصوب شد و به ساواک آمد و مبصر جانشین او شد، چه اتفاقی افتاد؟ پاسخ: وقتی نصیری آمد مسلماً پرسنلی تغییر نکرد. آدم‌ها و پرسنل همان بودند، اما سیاست کاری تغییر کرد. مبصر چند روز بعد از انتصاب نصیری به ریاست ساواک به توصیه نصیری رئیس شهربانی شد. پرسش: چرا ترور نخست وزیر توسط ساواک پیگیری نشد؟ یعنی تروریست‌ها کنترل نشده بودند؟ پاسخ: قسمتی از این عدم اطلاع برمی‌گردد به همان سیاست پاکروان که ساواک را تا حدی فلج کرده بود. مأمورین نمی‌توانستند تا تمام اسناد و مدارک لازم را برای تعقیب مظنونین فراهم آوردند. آنها را دستگیر و مورد بازجویی قرار دهند. بازجویی که یکی از منابع مهم جمع‌آوری اطلاعات بود، به کلی بی‌فایده شده بود. مأمورین بیشتر مراقب پرونده خود بودند که مورد مؤاخذه قرار نگیرند. پرسش: خب همان ضعف در 21 فروردین 1344 هم باقی بود که در کاخ مرمر به شاه سوء قصد شد، یعنی 2 ماه و 20 روز پس از ترور نخست وزیر. پس یعنی ساواک کنترلی نداشته، در حالی که قبل از آن شاه با خیال راحت و آسودگی مانند پادشاهان امروز اروپا بدون محافظ و با ماشین روباز به این طرف و آن طرف می رفت و معتقد بود که محبوب مردم ایران است. اما با حادثه کاخ مرمر 2-3 ماهی از رفتن حسن پاکروان می گذرد و بنابه فرمایش شما با حضور نصیری سیاست کاری تغییر می کند. پاسخ: در هر دستگاه اطلاعاتی، حتی اگر هم بسیار مسلط باشند، از این قبیل اتفاقها پیش می آید. اتفاقا در مورد شبکه‌ای که دست به ترور شاه در کاخ مرمر زد، یعنی گروه پرویز نیکخواه، ما اطلاعات زیادی داشتیم. نیکخواه، منصوری تهرانی و فیروز شیروانلو در انگلستان عضو کنفدراسیون بوده و در جناح ماویست کنفدراسیون فعالیت می کردند. موقعی که به ایران آمدند، دستور مراقبت از آنها از ستاد به ساواک تهران داده شده بود. آنها در این زمان کارهای مطالعاتی می کردند تا ببینند زمینه برای فعالیت‌های پارتیزانی چه میزان در کشور آماده است. در این وسط فردی به نام کامرانی آمده بود و گفته بود که من یک سرباز وظیفه را در کاخ مرمر می شناسم که می تواند شاه را ترور کند. آن وقت منصوری آمده بود جریان را به نیکخواه گزارش داده بود و نیکخواه گفته بود که ما الان در موقعیت سازمانی نیستیم که بتوانیم از این قضیه بهره برداری کنیم. اما منصوری کامرانی را تشویق کرده بود و او هم رفته بود شمس‌آبادی را به تیراندازی به شاه تشویق کرده بود. شبکه بیشتر از 14 نفر نبودند که همگی دستگیر شدند. پرسش: مگر این نیروها برای شما خطر محسوب نمی شدند؟ پاسخ: می دانستیم که خطر روحانیون افراطی در مملکت هست. اصلا در ساواک یک بخش مربوط به روحانیون داشتیم. روحانیونی مانند خمینی و صادق روحانی و قمی و منتظری تحت مراقبت بودند. شرکای فدایی خلق، مجاهدین خلق و سازمان انقلابی حزب توده
که به چین مربوط بود و حزب توده قبل از اینکه دست به اقدامی بزنند کشف شدند. چندین گروه بزرگ و کوچک مربوط به شوروی را هم کشف کردیم، مثل حزب ملل اسلامی در سال 1344 که یکی از رهبران آن محمد کاظم موسوی بجنوردی بود که الان همه کاره است، اما هیچ کدام از اینها اعدام نشدند. برای اینکه کار مسلحانه هنوز آغاز نکرده بودند، یعنی اسلحه به دست نگرفته و مشغول ساختن و تدارک برنامه‌هایی بودند که در بحث‌های آینده درباره حرکت‌های مسلحانه دهه 1340 مفصلاً توضیح خواهم داد. پرسش: پس از واقعه ترور ناموفق شاه در کاخ مرمر، در برخی از کتاب‌های تاریخ معاصر نوشتند که پرویز نیک‌خواه را دست بسته نزد شاه بردند. پاسخ: این را مسعود بهنود نوشته که گویا من نیک‌خواه را بردم نزد شاه، که کاملا غلط است. این تیراندازی چون در کاخ مرمر رخ داد، رکن دو ارتش دخالت کرد، یعنی ضد اطلاعات ارتش، عاملین را دستگیر کرد. پرویز نیک‌خواه و احمد منصوری و سایرین موقعی که کارشان در آنجا تمام شد تحویل ساواک داده شدند. اینها در ضد اطلاعات ارتش بازجویی شدند. سپهبد عزیزالله کمال رئیس رکن دو ارتش به دستور شاه منصوری را برده بود نزد شاه، نه نیک‌خواه را. همه‌شان اشتباه می‌نویسند، چون روشن شده بود که نیک‌خواه در دستور ترور دخالتی نداشته و گفته بوده نه، اما منصوری از طریق کامرانی دستور اجرای آن را داده بود. نتیجتاً منصوری را نزد شاه می‌برد. و شاه از وی سوالاتی می‌کند. پس از اینکه چند نفر اولیه از ضد اطلاعات ارتش به ساواک تحویل شدند، ما به تحقیقات ادامه دادیم و کسان دیگری که عضو شبکه بودند مثل سلیمی مقدم، شیروانلو، محسن رسولی و پورکاشانی را دستگیر کردیم. سرهنگ شیروانلو، پدر فیروز شیروانلو، در ساواک مترجم زبان روسی بود. پسرش می‌خواست برود انگلستان و بورسیه ساواک بود. در آنجا رفت داخل مخالفان و بورس وی قطع شد. شاه در ملاقات با منصوری تهرانی متقاعد نشده بود که این توطئه به وسیله منصوری و کامرانی صورت گرفته و میبایستی سیاست‌هایی دنبال آن بوده باشد. دکتر اقبال به من گفت که اعلیحضرت به او گفتند نفهمیدیم این تیرها بالاخره از کجا به طرف ما شلیک شد. من به دکتر اقبال گفتم که واقعیت همین است که کشف شده است. دکتر اقبال گفت اعلیحضرت مطلقاً معتقد نیست که این تیر را این افراد خودشان زده باشند و فکر می‌کند کار روس‌ها یا انگلیسی‌ها بوده است. شاه شک داشت و به همین دلیل احمد منصوری را ملاقات کرده بود. از شهبانو فرایدیبا هم پرسیدم که وی هم تأکید کرد که منصوری را نزد شاه برده بودند، نه نیک‌خواه را. پرسش: بعد از این ایام دادگاه شماره ویژه دادرسی ارتش سازمان افسران حزب توده را به اعدام محکوم می کند. پاسو: سازمان افسران نه، دو نفر که غیر مجاز به ایران آمده بودند به اسامی پرویز حکمتجو و علی خاوری که شاه محکومیت اعدام آنها را یک درجه تخفیف داد و حبس ابد شدند. خاوری بعد از انقلاب مدتی دبیر کل حزب توده شد. پرسش: منظورم چهارم بهمن ماه 1344 است. پاسخ: در بهمن 1344 فریدون کشاورز و رضا رادمنش و ایرج اسکندری و چند نفر دیگر محکوم به اعدام شدند. اینها سران حزب توده بودند، نه افسران سازمان نظامی که البته به صورت غیابی بود. تنها یک امر فرمالیته دادرسی ارتش بود. آنها پرونده‌ای در دادرسی ارتش داشتند، اما اینها
در ایران نبودند. پرسش: منظور شما از اینکه خاوری و حکمتجو در ارتباط با ساواک دستگیر شده بودند چیست؟ خب عزیزان، به پایان بخش پنجم کتاب در دامگه حادثه رسیدیم. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید از ایخایی که شما سپاسگزارم. لطفا اگر براتون امکان داره یک بار دیگه برنامه رو اشتراک گذاری کنید. بهترین ها رو از صمیم قلبم برای یکایی که شما عزیزان آرزو میکنم. پاینده ایران و ایرانی بر افراشته باد پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان، تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاوید شاه تنها کلام من است و خاک ایران تنها سرای من است. تا راه شبی دیگر، بدرود.